خسرو کرتپور، مدیر خبرگزاری مکریان در مهاباد. خیلی خوش آمدید آقای کرتپور. نماینده سقه زبانه در مجلس گفته کولبران کارهای نامتعارف و قاچاق مشروبات الکلی و اسلحه و اینها انجام میدن. چقدر فکر میکنید با واقعیت نزدیک است؟ سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی. به نظر من، به گمان من، این یک دروغ محض است. ما حداقل اینشون اگر هم در مجلس باشن، نهایتاً یک دوره یا دو دوره، نهایتاً 8 سال بودن. ما حداقل 30 ساله به هر حال پیگیر وضعیت کولبران هستیم و تا کنون هیچ گونه خبری مبنی بر این که اسلحه از اون طرف مرز به این طرف مرز بیاد نه به دست ما نرسیده و این به اصطلاح به گمان من یک دروغیه که باید در دادگاه اصلاح اینو ایشون اینو اثبات کنه. نماینده سقه‌زبانه در ارتباط با پرداخت پولای هنگفتی گفتن پولای هنگفت و نامتعارف به جوانان بیکار داده میشه از سوی افراد خاص، که این موضوع باعث شده که اونا دست از کولبری نکشن. چنین هست؟ واقعا من تعجب میکنم کسی که واقعا بتونه، یعنی کسی، یه شهروند عادی در هر کشوری، در هر برحال کشوری که بتونه به اصطلاح یک زندگی به اصطلاح حداقلی داشته باشه، یه زندگی شرافتمندانه، یه زندگی انسانی، یک زندگی برحال در خور یک انسان داشته باشه، چجوری مثلا میاد برحال نیمه شب ساعت 3 و 4 بیره مثلا کولبری میکنه؟ به گمان من این حرف اصلا و این ادعای درستی نیست، چون این افرادی که ما میشناسیم که کولبر هستن، افرادی هستن که به حال در ازای جانشون، در ازای نانشون، جانشون رو فدا میکنن. بله آقای کرتپور، حالا این گفته های این نماینده امکان هست که تبعاتی داشته باشه برای کولبران؟ والا باید ایشون به نظر من استعفا بدن. به نظر من ایشون شایسته اینن که همین امشب باید استعفا بدن، چون در فرصتی که داشتم در دیدار با رئیس جمهور یک صحبتهایی کردن که صحبتهای نادرست، و به گمان من باید ایشون، به نظر من بهترین کار اینه که استعفا بدن و این راهکاریه که میتونه از به اصطلاح صحبتهایی که ایشون کردن آیا برای کولبران میتونه تبعاتی داشته باشه؟ نیست، به نظر من تبعات منفی داره، چون واقعا هیچ من تا الان من حداقل ایشون 4 سال شد به اصطلاح در کرسی صندلی مجلس شورای اسلامی نشسته باشن، من حداقل 30 سال 20 سال ما داریم پیگیری میکنیم، یک مورد نبوده که بحث اسلحه و عرضم به حضورتون تجارت اسلحه و احتمالا به اصطلاح این که به اصطلاح اسلحه رو به ایران وارد کنن اصلا نبوده تا ایشون اولین بار این که این صحبت ها رو بکنن. به نظر من این دیدارشون و این گفتشون و این صحبتشون که با رئیس جمهور داشتن، به نظر من خیلی به گمان من تنها راهی که هست اینه که ایشون استعفا بدن. خیلی متشکر آقای کرتپور. به اصطلاح استعفا بدن. خسرو کرتپور، مدیر آژانس خبری مکریان از مهاباد همراه ما، متشکرم.